اگر توتی شما هم طی روز چرت میزنه، دقیقاً روی ویدیوی درستی کلیک کردید. امروز میخوام در مورد چرت زدن توتی صحبت کنم و دلایلش رو بررسی کنم. سلام بچه‌ها، علیرضا جوادزاده هستم. خوش اومدید به آکادمی یوکا پرود. قبل از که بریم سراغ بررسی دلایل چرت زدن توتی ها طی روز و اینکه ببینیم آیا این کسلی دلیلش چیه، چجوریه، اصلا مشکلی داره پرنده یا نداره، و اگر مشکلی داره چه مشکلاتی باعث میشه که این پرنده به این چرت زدن طی روز و اینطور چیزا و کسلی کشیده بشه، اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد سابسکرایب کنید و سوالی هم دارین توی کامنت برای من بنویسید. اگر پیشنهادی دارید واسه ویدیوهای بعدی هم حتما به من توی کامنت بگید. کامنت انگلیسی فراموش نکنید که سواتون نریزه. خواب کافی برای توتی سانان در طبیعت و حیات وحش خیلی مهمه، چون باید انرژی کافی و هوشیاری کامل رو داشته باشن که بتونن از دست شکارچی ها فرار کنن و همچنین دنبال غذا بگردن، پرواز کنن. خب مثل پرنده‌های توی قفس نیستن که نیاز به پرواز نداشته باشن، اما با این حال پرنده‌هایی که توی خونه نگهداری میشن و قفسی هستند باز هم به خواب کامل شب و چرت زدن‌های روزانه نیاز دارن. اما دلیل این چرت زدن‌های روزانه چیه؟ ببینید، خواب شب با چرت زدن روزانه، یعنی اون خوابی که طی روز میکنه پرنده، متفاوته. مثلا میگم شما ببینید، معمولا توتیا خواب شبشون رو بالاترین قسمت قفس انجام میدن و توی خواب عمیق فرو میرن و اصلا از دنیا و همه چیز فارغن. قشنگ خوب شب استرسی ندارن، شکارچی تهدیدشون نمیکنه، سرشون هم میکنن توی پراشون، به حالت استتار در میاد و دیگه تموم. اما طی روز اینجوری نیست و خوابشون عمیق نیست و یه جور هوشیاری دارن، ولی این خواب روزانه، این چرت روزانه یه جورای طبیعیه برای توتی سانان، این کار رو انجام میدن. مخصوصا اینکه هوا که گرم میشه، مثلا توی تابستون، توی مثلا الان دیگه داریم نزدیک تابستون میشیم، ممکنه که این واسه توتی های شما بیشتر پیش بیاد. باید در نظر داشته باشید که این چرت های روزانه رو با بیماری ها اشتباه نگیرین. ولی خب چطوری تشخیص بدیم که این چرت روزانش بیماریه یا بیماری نیست، یا اصلا دلیل اینکه بیشتر از حد معمول چرت میزنه طی روز چیه؟ خب سرش رو میکنه توی پراش، مثلا استتار میکنه. و دلیل اینکه سرش رو میکنه توی پراش هم اینو بگم که اینه که از اندامهای حیاتیش که سر و چشم و منقار و اینطور چیزاشه و چشماشه محافظت میکنه، و اینکه حالت استتار پیدا میکنه دیگه. مثلا یه شکارچی تشخیص نمیده که این کلش که اصلا این توتیه چیه، پرنده است، حیوانه چیه، یه جور استتار میکنه. ببینید، توتیا این چرت رو زمانی، چرت روزانه رو زمانی انجام میدن، زمانی چرت میزنن که در آرامش کامل باشن، یعنی استرس نداشته باشن. پس باید شرایطشون یه جوری باشه که استرس نداشته باشن. اما اگر بیش از حد باشه، یعنی زیاد از حد پرنده داره چرت میزنه، دلایل مختلفی داره. مهمترین دلیلش که ما میگیم بیماری رو فعلا در نظر نمیگیریم، میگیم پرندهمون فقط داره چرت میزنه، در مواقع دیگه عالیه، ولی طی روز خیلی چرت میزنه، زیاد اون جنب و جوش سابقو نداره. خب باید بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده. ولی مهمترین دلیلش خواب کم شبه. ببینید، شب باید پرنده خواب کافی داشته باشه. توتی سانان بین 10 تا 12 ساعت باید خواب عمیق و خواب شبانه داشته باشن. حالا توی توتی‌های مختلف بستگی به اینکه توی چه شرایط آب و هوایی زندگی میکنن، توی چه کلایمتی زندگی میکنن، متفاوته. مثلا بین 8 تا 10 ساعت هم بعضی از توتی‌ها که مثلا توی مناطق گرمسیری زندگی میکنن، خواب شبانه‌ش مثلا 8 تا 10 ساعت بیشتر نیست. اما به طور کلی خواب شب خیلی تأثیری داره روی چرت روزانه توتیا. مهمتر از همه اینا، اگر خواب شب کم باشه، پرنده دچار کلی اختلال ذهنی و جسمی میشه. مثلا اگر خواب شب کم باشه، پرندتون پرخاشگر میشه،
توی حالت تولید مثلی غیر متعارف وارد میشه و پرخاشگر میشه، تهاجمی میشه، گاز میگیره، شروع به پرکنی میکنه، به مثلا حرکات تکراری پشت سر هم انجام میده، سرش لرزش سر میگیره، کلن حالت روانی بدی براش ایجاد میشه. پس به خواب شب پرندتون خیلی اهمیت بدین. پرندهایی داریم که فقط و فقط و فقط به دلیل نبود و کمبود خواب شب دچار پرکنی شدن. شب مثلا ساعت 10 شب میخوای بخوابی، میای جایی که پرندت هست و چراغش رو روشن میذاری، یا خودت خواب میری چراغا روشن میمونه، پرندت هم پرنده با نور میخوابه بلند میشه. اینجوری نیسته که مثلا خودش بگیره بخوابه، شاید چرت بزنه، شما بگی ای پرندم خوابیده، نه الان خوابه. نه آقا، این خوابش مثل همون چرت روزانه میشه، خواب عمیق نمیره پرندتون. ببینید پرنده ها ساعت مغزشون با نوره، نور میشون میگه آقا الان یه روز گذشته یا نگذشته، 8 ساعت خوابیدی بلند شدی الان فصل مثلا روز بعده. اما خب انسان که اینجوری نیست، ما خودمون میدونیم، ما تقویم داریم، یکم شعورمون بیشتره. حتی نور باعث میشه که پرنده فصلها رو تشخیص بده. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی پرنده تو مثلا میگم الان ته روز مثلا 9 شب میخوابه 6 صبح بیدار میشه، خب بعد از هفته دیگه مثلا میکنید چطوری؟ میکنید 12 شب بخوابه تا 6 صبح مثلا 6 ساعت خواب داشته باشه، میگه اه طول روز زیاد شد، یعنی الان تابستونه، یعنی از زمستون در اومدم دارم میرم به سمت بهار و تابستون، الان وقت جفتگیریه، تهاجمی، پرکنی و هزار تا دردسر دیگه واسه شما کسی که دارین توتی رو نگهداری میکنید. حالا دلایل دیگه هم میتونه چرت روزانه داشته باشه اگر غیر متعارف باشه. میگم اگه خواب شبش رو ردیف کنید که خیلی چیزا درست میشه. اگرم که مثلا دیدین اضافه بر این تشکیلات داره، خواب مثلا چرت روزانه داره، میتونه مشکلات داخلی باشه، ممکنه مثلا پرنده عفونت هایی داشته باشه، مشکلات خونی داشته باشه، مشکل تغذیه‌ای داشته باشه، حتی ممکنه پرنده افسردگی گرفته باشه حتی از یک بدرفتاری صاحب. ولی میگم 90% مشکلات مربوط به نور و استرسه. یعنی استرس زیاد اگر شب بکشه پرنده، گفتم بهتون توی اوضاع کم استرس میره توی چرت، اما وقتی ته شب استرس بکشه، خب ته روز که مثلا میبینه همه چی ردیفه و دید داره به همه چیز و اینا، میگه خب من چرت هم بزنم چون شب نخوابیدم. بنابراین میگم این چیزها رعایت کنید، شبا حتما پرندتون رو توی جای امن قرار بدین و خواب کافی رو براش مهیا کنید. بعد از استحمام پرنده چرت میزنه، بعد از غذا خوردن پرنده چرت میزنه، بعد از بازی کردن، پرواز کردن پرنده چرت میزنه، و اصلا مهمتر همون استحمام و غذا خوردنه. بعد از اینکه غذا خورد پرنده میشونه چرت زدن، یه استراحتی میکنه و یه حالی به خودش میده. خب منم که علیرضا جوادزاده هستم و ممنون که تا اینجا همراه من بودین. حال خودتون و پرنده‌هاتون خوب باشه.